مجدد امروز با یه برنامه دیگه در خدمتون هستیم امروز میخوایم در مورد خط موسیقی صحبت بکنیم همونجور که ما برای خوندن، نوشتن، بیان و هزاران موضوع دیگه از خط استفاده میکنیم در موسیقی هم یک خط بینون داریم به اصطلاح نوت و گفتم خوشبختانه این خط بینون مللیه یعنی تمام مردم دنیا همه جای دنیا کار موسیقیشون رو با این راه میدازن. فرض بر بگیریم که مثلا کل دنیا با لحجه شیرین بوشهری صحبت میکردن چی میشد؟ البته خب مشکلات خاص خودشون هم داشت مثلا که کسایی که دیابت دارن برشون مشکل ساز بود از پس این زبان شیرین لامستان این لحجه آقا با چی, با چی داری میجنگی؟ آقا حساب بکن به جای نمیتونم یکی میگه I love you یکی میگه ایشلی بدیش یکی میگه نمیدونم حبیبی قلبی یکی میگه و یکی به جای همه اینا میگفتن چی؟ گفت دورت بگردم اصلا آه صدا بردار دیگه خوب ندارم نباید نه باید تذکر بده تعطیل کن اصلا حرفش نزن نه به خدا تعطیل اصلا ولش کن ولش کن دوستان عزیز یک نظر سنجی برگزار میکنیم عزیزانی که دوست دارن این برنامه از الان کلا ویدیوهای بعد برنامه های آموزشی بعد به لحجه شیرین بوشهری برگزار بشه لطف بکنین دورتون به گردام تو کامنت بنویسید موافقین یا مخالف چی آقا دموکراسی من دموکراسی دموکراسی دیگه نظر میدن نظر میدن میبینیم حق با کیه مردم چی دوست دارن دموکراسی همینه دیگه اونایی هم که دیابت دارن دورش گردم پایین زیر نویس برشون خب بریم سراغ بحثم خط موسیقی ما یک سری ردیف نوت ها رو داریم اسم نوت ها که همه شنیدیم دو ر می فا سو لا، سی و دوباره دو خب حالا میخوایم ببینیم که این ردیف نوت ها از کجا اومدن این اسم ها از کجا اومدن توی قرن ده میلادی یک کشیش فرانسوی توی ایتالیا روی یک متن لاتین یک آهنگ درست کرد خب اون شعره چی بود؟ شعر این بود یک متن مقدس خب اگر دقت کنین ردیف نوت ها رو اینجا میبینیم دو حالا اینو بعدها او تبدیل به دو شد دو ر می فا سول لا و بعدها هم سی اضافه شد خب پس این شد تاریخچه و داستان اسم نوت هایی که ما امروز باشون تو همه دنیا سر کار داریم خب فرض کنیم که این آقای کشیش فرانسوی قرار بود روی یه شعر معروف دیگه ای آهنگ بسازه شعر چی بود مثلا مهوش پریوش چه کرد شوهر کرد همه را در بدر کرد خب اگه رو این شعر قرار بود که آقای کشیش فرانسوی آهنگ بسازه به جای دوره می فا لا سی دو الان چی داشتیم؟ م پ چه شو را ک. به جای دوره می فا دو داشتیم ما یعنی چی یعنی ما الان شوب مل ماجور داشتیم خب پس این شو تاریخچه اسم نوت ها پس ما ردیف نوت ها رو دیگه میدونیم چی بود ما پچه نه ببخشید دو میفاسولاسی می یعنی دو ر می، فا، سل، لا، سی و همینجور اینا تکرار میشه به سمت بالا و به سمت پایین توی فرهنگ های مختلف اسامی مختلفی دارن یا بتونیم بگیم که بهتری استاندارد اسمهایی که روی نوتا گذاشتن مثلا به دو میگن سی، دی، فلان فلان، ای، اف، سل میشه جی سل میشه G. یک علامتی که هممون باش آشنا هستیم و زیاد دیدیمش به نام کلید سل علامت زیبایی که امروزه تبدیل به سمبل هنر موسیقی شده از روی خط دوم کشیده میشه ما به این خط ها میگیم خط حامل یعنی نوت ها با قرار گرفتن بین خطوط یا روی خطوط ما میتونیم اونا رو شناسایی کنیم خب کلید معروف سل از روی خط دوم این چی بوده؟ این قبلا حرف جی بوده که به مرور زمان همونجور که روی تصویر میبینید تبدیل شده به سل به کلید سل خب گفتیم روی خط دوم کشیده میشه و نوت ها یا بین, خطن یا روی خط پس نوتی که روی این خط وجود داره اسمش چیه؟ سل خب اگر این سل باشه نت بعدی چی میشه با توجه به جدولی که داریم؟ سل لا پس این میشه لا نوت ها یا بین خطن یا روی خط نوت قبلی چی میشه؟ فا. نوت قبل از اون می. قبل از اون ر. از لا بریم بالاتر. سی. یه دونه دیگه بریم بالاتر. این ردیف دوباره تکرار میشه. همینجور میره بالاست. دو ر می فا لا سی دو ر می فا لا سی دو میفا می فا و از این برم برعکس دو سی لا سول فا می ره دو سی لا سول فا خب پس این میشه با توجه اگه اینو سی در نظر بگیریم و سی هست لا ره می فا سول و ادامه خب پس ما قرارگیری نوت ها رو بین این خطوط پنج خط حامل تا حدودی شناختیم دوستان عزیز یک برنامه دیگه که به زودی براتون میذاریم در مورد میزان خط میزان و ارزش زمانی را این دو تا برنامه مکمل همن هم. یعنی موضوع راستش رو بخوایم خیلی خیلی ساده تر از این حرف هاست. خیلی ساده است یه سری همکارای ما شلوغش میکنن خط موسیقی سخته و نه نیاز به تمرین داره یه خورده باش درگیر باشین راحت یاد میگیرین خب حالا تو این قسمت میخوام یک سری تمرین بدم به بچه های موزیسیانی که دوست دارن اسم نوت ها و جایگاهشون بین پنج خط حامل روی این موضوع مسلط بشن چه تمرینی میتونم بکنم؟ شاید این بخشش برای کسایی که حالا علاقه ندارن و حوصلشون سر میره چه میدونم مناسب نباشه من پیشنهاد میکنم که به جای اینکه علکی بشینین پسته بخورین و آب میوه بخورین و علکی ویتامین بریم بیرون یه سیگاری بکشین یا اگر حتی نمیخواین چیز کنین نرین بیرون همون تو اتاق بشینین سیگارتون رو بکشین که هم کالری کمتری بسوزونین هم مزاحم بغل دستیتون بشین ممنونم خب میریم سراغ چجوری میتونیم رو اینا مسلط شیم الان من به صورت ردیفی اینا رو گذاشتم و چون ردیف است ما خیلی راحت میتونیم دنبال کنیم اگه این ردیف رو حفظ کنیم دوره می فاصل سی دوره می, فا سوله سی. می, سوله بعدیش می, بعدیش می سی بعدیش میشه لا بعدش میشه سی بعدش میشه دو ردیف میریم بالا حالا میخوایم یه کاری کنیم که مسلط بشیم روی این موضوع خب کلید سلمون رو میکشیم گفتیم که این نوت نوت سل هستش خب حالا ما میخوایم مسلط شیم اولین کاری که میکنیم برای تمرین توی این رو سیاه میکنیم یادتون باشه ما همچین نوتی نداریم یا باید دوم داشته باشه یا اینکه توش خالی باشه تو ویدیو بعدی در مورد این موضوع توضیح میدیم فعلا کار نداریم گفتیم این چیه سل من میخوام یه تمرین بنویسم که توی این تمرین رو سه تا نوت مسلط شم چشمم عادت کنه نوت‌ها رو انتخاب میکنیم سل سی و ر به صورت پراکنده این تمرین رو ادامه میدم میخوام یک متریال تمرین دستم باشه سل سی ر یه دونه سی یه دونه سل مثلا یه دونه چی بذارم ر همینجور که دارم مینویسم با خودم تکرار میکنم چون قراره که چشم من به جایگاه این نوت عادت کنه یعنی نوتی که روی خط سوم از پایین اسمش چیه؟ سی این سل بود، این سیه، این چیه؟ ر ر رو بر اساس سل حساب نمی کنم. خود ر رو می بینم چشمم قرار عادت کنه چون شما به عنوان نوازنده، به عنوان خواننده توی خوندن نوت، موقع نوازنده یا خوندن اصلا وقتی ندارین که حساب کنین باید خودش رو بشناسین خب پس این چی بود؟ خط سوم سی این سی بود آها این چی بود؟ سل سل که روی خط دوم اینجوری با خودمون تکرار میکنیم که ملکه ذهنمون بشه ر اینم سل اینم ر دیگه چی بزن؟ یه دونه سی بزارم آها خب یه دونه بپرم به به ر ر اینجا چسبیده به خط اول یه دونه سل بذارم یه ر آخریشم بذارم سی خب این شد متریال تمرین من. اینجا فاصله زیاده میتونم تمرینم و قوی تر بکنم یا شاید سخترش بکنم یه ری اضافه کردم. خب این شد متریال تمرین من. قانونمون چیه؟ ما یک سرعتی رو انتخاب میکنیم چشمون زودتر از زبونمون حرکت میکنه که در اینجا این دست من نقش چش من بازی میکنه که میگم شما ببینید که چش من زودتر از زبون من حرکت میکنه. مثل خوندن یک جمله میمونه مثل کتاب خوندن چشم شما اگر قرار باشه قرائت کنیم روی کتابی چشم ما زودتر از زبونمون حرکت میکنه یعنی جلو جلو میبینه و میخونه خب یک سرعتی رو انتخاب میکنیم این چی بود سل ر سی ما با این سه تا سر و کار داریم خب یه سرعتی رو انتخاب میکنیم مثلا خوبه شاید کم تند باشه بریم سول re, سی, سی چشم من از زبونم جلوتره هر جاشم اشتباه شد بر نگردین و نسین قرار تا آخر بریم خب یعنی به جایی که اشتباه شده اسمش، اسم نوت یادتون نمود بگین این بخش برای موسیقی هنه یعنی بچه که دوست دارن رو خط موسیقی مسلط شن یه بار دیگه سرعتمون انتخاب میکنیم این چشم منه حرکت چشم من رو اینجوری میتونیم ببینیم سول ره سی ره سی سول ره سی ره سول ره سی. یعنی به محض اینکه زبون من میخواد بگه سول چشم من میره رو بعدی خب به مرور زمان سرعتمون رو بیشتر میکنیم تمرین بعدی یکی دو تا نوت دیگه اضافه میکنیم یه پنج خط حامل میکشیم الان سول رو داریم ر رو داریم و تو این تمرین مثلا من متوجه شدم که با سی مشکل دارم خب توی تمرین بعدی بیشتر از سی استفاده میکنم اینجوری چشم و زبون و بعدها انگشتان انجره عادت میکنه که خط موسیقی رو خیلی راحت تر بخونه این یه تواناییه بعدا موضوع ریتم رو کار میکنیم و اینا همه دست به دست هم میده که شما نوت موسیقی رو بخونید معلومه شما قرار با یک زبان بین المللی آشنا بشید یه خورده زحمت داره ولی خیلی راحته خیلی راحته به صورت بازی میتونیم باش برخورد کنیم بریم برم کردیم خب فرض رو بر این میگیریم که ما تمرین ابتدایی رو نوشتیم و در نهایت بعد از تسلط نسبی پیدا کردن روی نوتای مختلف جای نوتای مختلف بین اون پنج خط حامل یه چیزی مثل این داریم یک تمرینی مثل این از سرعت کم شروع می کنیم و هدف اینه که ما به صورت روون و با یک سرعت خاصی با یک تمپو خاصی تا آخر اینو بخونیم و اگر این وسط اشتباهی صورت گرفت ما میتونیم ردشیم. شیم مهم اینه که اون سرعت رو حفظ کنیم فرض بگیریم این سرعت خوبه سول می دو فا لا سی می سول می دو فا فا سی چشم من از زبونم جلوتره مهم اینه که این روند رو حفظ کنم و در نهایت سرعت اگه رفت بالا و من یه جا اشتباه کردم و نتونستم بخونم اون رو باید ادامه بدم مثلا چه اتفاقی میفته اینو در نظر بگیریم اوکی پام اشتباه کنم ببینم چه اتفاقی میفته سول می دو فا هم هم می دو فا فاسی این وسط من چند تا نوت رو اشتباه کردم ولی وا نست دادم مثل خوندن یک شعر میمونه نسیم صبح سعادت بدان نشان که تو گذر گذرز کوی فلان کن بدان زمان که تو دامی بر بریم بگیریم که بگیم نسیم صبح سعاد دت بدان نشان که تو دانی گذر زگوی فلان کن بدن خب من رو خوندم؟ نه بیتونستم بگم نسیم صبح سعادت بدان نشان که تو دانی گذرز کوی فلان بدان زمان که تو دانی اینجا شو یادم رفت این خیلی بهتر از که تا اینکه با سکته بخوام بخونم خب ردیف نوتا رو گفتیم دوره میفاس و سیدا و همینجور تکرار میشه سوال اساسی که پیش میاد ما اینجا تا ره تمرین کردیم ولی گفتیم قبل از ر، نوت دو هست و همینجور میتونیم بیایم پایین سی لا سل اونا رو چجوری مینویسیم یا از اینجا اگه بخوایم بریم بالا فا بعدش سول لا اینا که از خط میزنن بیرون تکرار رو چجوری مینویسیم پنج خط حامل کلید سولمون رو میذاریم خب این چه نوتی بود؟ سول میایم پایین یاد گرفتیم اونجا رو این میشه نوت ر قبلش میشه دو یعنی من از الان به بعد به جای از اینجا به پایین یا از این ور به بالا به جایی که یک خط بذارم و شلوغ بشه چشممون نبینه یک خط فرضی میذارم از دو بیام پایین میشه سی از سی بیام پایین میشه دو تا گفتیم نوتها یا بین خطن یا روی خط که ما روی اینا میتونیم مسلط شیم اینجا چی بود؟ فا سل از الان به بعد خط فرضی لا سی دو ولی اصلا ترس نداره ما میدونم خیلی از شماها شاید نوت موسیقی رو ببینید با یک سری اشکالی رو که به نظرتون خیلی سخت بیاد ولی به مرور زمان یک توانایی ها رو یک توانایی هایی رو ما به دست میاریم که یکیش و اولیش دیدن نوت اسم نوت شناخت نوت جایگاش بین پنج خط حامله که با این تمرین خیلی خیلی راحت یاد میگیریم پس اون ترس به خاطر عدم شناخته یعنی که شما وقتی میرین توی اتاقی همه جا تاریکه کورمال کورمال و این ندیدن باعث ترس میشه چون تصور میکنی چون شناختی از محیط کافی چراغ روشن کنیم میبینیم نه اصلا ترسی نداشت پس ما با شناختمون ترسمون رو میذاریم کنار و یادمون باشه ما داریم با یک زبان بین المللی زبان موسیقی دنیا آشنا میشیم یه خورده زحمت داره یعنی اگر یه نفر بخواد آهنگی رو بنویسه اون آهنگ از آهنگ آغاسی گرفته تا سمفونی نوه مثلا بتوون سل سله لا لاه پس ما با یک موضوع مهمی داریم آشنا میشیم و مطمئن باشین که با تمرین کردن میتونید تسلط خوبی رو پیدا بکنید میگم اصلا کار سختی نیست یه خورده بازیه با هم پیش میریم و تماش میکنیم خب یه برنامه بود در مورد نوت و خط موسیقی مرسی که ما رو دنبال میکنین بزرگترین کمکی که میتونین به ما بکنین اینه که برنامه رو معرفی کنید یه کانال هم داریم توی یوتیوب به همین اسم موسیقی به زبان ساده با اینشی دکمه قرمزی دکمه رو بزنید سابسکرایب کنین که ممنون میشی برای رضای خدا فقط خاطر خودش آقا نظرسنجی هاتون نرا بنویسید لعجه بوشهری از الان به بعد برنامه ها به لعجه شیرین بوشهری برگزار بشه یا نشه دورتون کرد